مولاي يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي 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 يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي أبا حسن نصرت الدين نصرا أبا حسن نصرت الدين نصرا أبا أبا حسن نصرت الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رواية حضرة الله صلوات الله عليه داره أما الخلق والرزق فلا، یعنی به ما نگید خالق، به ما نگید رازق. این صیغ مختلفه برای یک ماده، ماده خلق. قرآن کریم نقل فرموده از حضرت عیسی علی نبینا و علیه و علیه السلام که حضرت عیسی فرموده اینی اخلق لکم من الطین، اما به حضرت عیسی نمیشه گفت خالق. قرآن کریم فرموده اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون، اما در اسماء الله الحسنا جایز نیست، چون توقیفیه انسان بگه به خدا یا زارع، واگه خودش فرموده نحن الزارعون منافات نداره. به نتیجه نحن ابناء الدلیل، وقتی که دلیل داره که این دوتا رو به ما نسبت ندید، خالق و رازق، وقت منافات نداره. احسن الخالقین یعنی دیگران هم هر کسی خالق یک چیزی هست، و لغتن یعنی ایجاد. انسان مختار یعنی چیزایی که در اختیارش انجام میده خلقه، اما نمیشه بهش خالق گفت، در عینی که خدا فرموده احسن الخالقین. چرا؟ این واقعشه. خود خدا قدرت داده که اون ایجاد میکنه، وقت ایجاد لغتا خلق دیگه. اما در عین حال این تعبیر خالق و رازق چون دلیل داره نمیشه به غیر خدا اطلاق کرد. میدونم. بله، اون درست میفرمایید، اما اگر این معنا، این یک نوع تفسیره، یعنی کشف غامضه.
اگر معصوم فرموده باشه عیبی نداره، اگر نه من فسر القرآن برایه، چون خلاف ظاهره. نه این معنا اطلاق داره، میدونم درسته، اما حصرش در این معنا و خلاف اطلاق گفتن این تفسیره، این بر خلاف ظاهره. وقتی خلاف ظاهر اگه معصوم علیه السلام فرموده باشه گیری نداره، چون تفسیر رو اونا بلده، اگر نه نمیشه گفت این را. موضوع خارجی استقلالی نداره. آها. بله. به نتیجه ببینید احسن الخالقین ظواهر حجت دیگه، این ظاهرش اطلاق داره. وقت این قرینه مانع میشه، اشکال نداره. اما اینکه معناش اینه، این میشه تفسیر. وقت تفسیر از معصوم باید رسیده باشه، یعنی یه چیزی که خلاف ظاهره. بله. 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 میدونم آدم خلق نکرده این مورده. آدم خلق نکرده یک اطلاق را مقید کردن به یکی از مصادیق. وقت این اگه از معصوم رسیده باشه عیبی نداره، اما از معصوم نرسیده باشه یک نوع توجیهه، وقت تفسیر میشه اسمش. وقت من فسر القرآن برایه این فرمایش هایی که فرمودی، اولا این که کسی نفرموده که نایب به مرد باید مرد باشه، چرا؟ فقط غیر مشهوره، یه عده‌ای گفتن چون روایت خاص هم داره که زن از مرد نایب نشه، فقط مشهور شهرتن عظیمه متقدمین و متأخرین به روایه به اطلاق عمل کردن، گفتن زن میتونه نایب مرد بشه، اما قائل داره نه یکی و دوتا. پس زن میتونه و مشهورم همینه، زن میتونه نایب از مرد بشه و زن اگه مانع پیدا کرد چی پیدا کرد، طبق تکلیف خودش عمل میکنه، طبق تکلیف زن. یعنی زن وقتی که نایب مرد بشه، نماز طواف را که میخواد بخونه، این طبق تکلیف خودش میخونه. اگه مانع پیدا کرد و دیگه نمیتونه برگرده بیاد، این زن نایب میگیره، که اگه مرد بود مانع پیدا نمیکرد از ورود مسجد حرام. این یکی دیگه اون روایتی که فرمودید از حضرت امیر، انشئت ظاهرش اینه، اما این انشئته یعنی ظهور انشئته در عدم الزام، این معرض عنه
شاید اجماع باشه، نه فقط شهرت عظیمه. یعنی هر کسی که استطاعت مالی داشت اما استطاعت بدنی نداره و مأیوس از این که سالهای دیگه بتونه بره، این واجبه برش تا خودش زنده است نایب بگیره. شاید اجماعی باشه این مسئله. وقت انشعته یک ظهور که بیشتر نی، ظهور که سد اسکندر نی، این کسر دلالی داره اینجا. نعم سلام الله علیه. هذا يسمى التزاحم، يعني هذه فضيلة وتلك فضيلة. إذا من مختلف الأدلة استفيد أن هذه الفضيلة مقدمة تقدم، إذا استفيد أن تلك مقدمة تقدم، وإذا استفيد أن أحدهما بالخصوص دون الآخر يحتمل أفضليته على قول المجدد الشيرازي والمرزا النائني وجماعة، أيضا يقدم حتى في لا اقتضائيات مثل المستحبات كالصلاة أول الوقت أو الزيارة. إذا لا هذا كان يخير. ها هو إذا ماكو قرينة على الأفضلية لعله يصلي عند الحسين عليه السلام أولا، كما ورد في الحديث الشريف الصلاة عند الحسين مقبولة. مع لعله، لعله يكون مقدم. فرق نمی کنه. بله. محتمل یعنی درصدش بیشتره. خب خب اصل عدم رفع ما لا یعلمون. اقلا میگن واجبه یا میگن خوبه. همین اقلا میگن الزامه یا اقلا میگن بهتره این کار. بسیار خوب. بهتر الزام نیست. الزام از عدمش. در مرحله سابق، در مرحله سبب، وقتی که احتمال اهمیت در این دادیم نه در اون، از عدم این احتمال. احتمال این شک. میگن لازمه یا میگن خوبه. به اثر الزامه. مرحوم حاج آقا رضای همدانی فرمایشی جایی دارن که عجیبی ندیدم در بعضی شروح عروم تمسک بهش کردن، یعنی حرف حاج آقا رضا رو شاهد آوردن و این گفتن. حاج آقا رضا یه جایی چون من صلات طهارت یادم نیست میفرماد که احتمال الزام یجب الاعتناء به، نه این عبارت هم مضمون با احتمال الزام، یعنی لا یعلم الالزام، یعنی لا بیان فی الالزام. قبح الاقبل و بیان میگیرتش، رفع عمال احلان میگیرتش. خب آها همین قبول. ما باید ببینیم خارجاً عقل میگوید لازم است این، با اینکه شارع گفته رفع ما لا یعلمون، خود عقل گفته قبح عقاب بلا بیان. احتمال الالزام بیان نه،
نه دونكم الحكم العقلي، الحكم العقلي دونكم سير العقلاء. خوبه آها بهتره قبول. مقتضای قاعده اینه که نه، چون موضوع یأسه، موضوع عدم القدره واقعی نیست. اگه موضوع این بود، یعنی اگه میگفتن کسی که مستطاعت مالی داره و نمیتونه حالا حج کنه و نمیتوانه در آینده حج کنه، این کسی را بفرسته، بله این بنا بود. آها اگه خوب شد، چون اجزا خلاف قاعده است، خلاف قاعده است. همین مستطیع بدنی، همین بحث همینه، چون دلیل گفته اگه یأس بود، یأس بود، یأس موضوع تبدل تکلیف از خودش به نایبشه، لهذا نه لازم نیست. چرا؟ عرض کردم اگه نه، عرض کردم در موضوع دلیل اینکه نایب بگیره در زمان حیات خودش، اگه گفته بود شده بود اگر این نمیتوانه نه حالا نه بعد حج بکنه، بله میگفتیم اگه بعد کشف شد که این میتونسته بعدا حج کنه باید بره. اما موضوع دلیل یأسه. وقتی که یأس حاصل بود. نعم سؤال الشيخ، سمعت الشيخ نعم يتقدم الزيارة أو الصلاة، نحن نقول من حضر حرم الحسين، هي هاي الحضور تنحسب زيارة؟ نعم لا شك الزيارة شيء آخر، نعم لازم يقدم الصلاة، أي لأنه الزيارة لحضوره يعني حصلت، أي من زار الحسين هو الحضور صلوات الله عليه، زيارة زيارة. نعم هسه ما أدري، أنا مع لعل قلت هو هذا اللي تتفضلون، قلت لعل نعم نعم شوفوا لا هذا مو لازم أن الإنسان يقرأ على في صلاة الميت اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، مو لازم هذا، بقية الأدعية يدعو. أما إذا بعض قالوا، بعض العلماء قالوا إذا هشكل يقصد لا نعلم منه يعني من ناحية العقيدة، يعني مسلم هذا من ناحية العقيدة، مو كافر هذا، مو ناصبي ينصب العداء لأهل البيت، لا نعلم منه يعني في عقيدته إلا خيرا، ما يخالف يصدق هذا. ها؟ لا لا الدعاء أخو يدعو اللهم اغفر له، اللهم اصعد بروحي إليك، اللهم لقي منك رضانا، بس هاي الجملة لا يقولها أخو، مو لازم. أما إذا يقولها حتى لو فتح حرامي وهو في وقت اللي ديبوك انقتل ويردون يصلون عليه، شكو بيقول هذا مسلم كان بالنتيجة، لا نعلم منه مو يعني من كل عقيدته وأعماله، يقصد من عقيدته لا نعلم إلا خيرا، يعني مسلم هذا ما يخالف. بله بله نه حالا اگه میدونه توبه نکرد، یعنی در حال دزدی، یه وقتی برای ما نقل کردن یک کسی بود در حالی که دزدی میکرد تیر زدن کشتنه. حالا اگر فهمید، اگر درایت این عمل مسلمه باید
علاقه این اشکال نداره، گیری نداره. بله. 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 همین تو تو روایت داره که بعد از تکبیر رابعه، تکبیر رابعه اگر منافق باشه نفرینش میکنه. بله. نه نه، تو عقیدش خراب بوده. نه حتما نمیشه اونجا گفت. روایت داره پیغمبر صلی الله علیه و آله بر عبدالله ابن ابی ابن سلول که رئیس منافقین بود نماز خوندن، با اینکه قرآن فرموده ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. خب از این معلوم میشه که این نهی تهدید بوده، نه نهی به معنی تحریم. اگر پیغمبر ابصر هستن به تحریم، چون گاهی نهی ها تهدیده. یعنی عمل پیغمبر صلی الله علیه و آله بیان میکنه نهی ظهور در حرمت داره، اما پیغمبر حتما کار حرام انجام نمیدن و پیغمبر حتما ابصر به معانی قرآن کریم هستن. اینکه نماز خوندن معلوم میشه این نهی یک تهدید بوده، نه نهی تحریم، چون خود نهی برای تهدیدم میاد. معانی تو معالم و غیر معالم داره، امر و نهی. نهی فقط تحریم نیست. یک کسی اشکال کرد همون جا به پیغمبر که مگه خدا نهی نکرد چرا نماز میخونید؟ پیغمبر تو ذهن بهش فرمودن پلی من واسه چی میگم، و پیغمبر تو نماز بر همین رئیس منافقه نفرینش کردن بعد تکبیر رابعه، اما آهسته خوندن که بقیه منافقه نشنو. همین نه تهدید برای منافقینه، نه برای خود پیغمبر. که یعنی تهدید مثل کسی که پدری که بچهشو تهدید میکنه که حتما زحمت بکش که نمره بیاری، اگه نمره نیاوردی چی؟ حالا اگه نمره نیاورد باید اون چیزایی که پدر گفته انجام بده؟ پدر تهدیدایی که کرده؟ نه. نه، خود من و شما باید واجب نماز بخونیم به خاطر آها همین خود تو روایت داره که نفرینش کنی، یدعو علیه بعد تکبیر رابعه. اما خب این مراسیمه، مثل که غسلش میدن، غسلش میدن، تحنیطش میکنن، کفنش میکنن، یه مراسمه. میگم ببینید تو معالم میگه نهی برای تهدید، گاهی تو قرآن مکرر هست. همین نه تهدید معناش این است که این تحریم نیست، یعنی نخون نی مرادش. این ظهور لا تصلی اگه گفتیم تهدیده، همجور که داره میگم تو معالم داره امر و نهی، یکی از موارد نهی تهدیده. تو مغنی هم داره ظاهرا توی به مناسبت نحو اسلام. ای 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 على كل دعوة إلى الخير، إلى الصلاة، إلى الصلاة أول الوقت، إلى صلاة الجماعة، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة هذه جيدة، في بعض الموارد واجبة، في بعض الموارد مستحبة، جيدة. الإنسان يدعو بالحكمة والموعظة الحسنة كما يقول القرآن الكريم.
نعم شلون؟ شلون؟ شوية أعلى شوية أعلى شنو؟ أي أي هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء. أمير المؤمنين صلوات الله عليه دخل المسجد وجعل يستيقظ الناس للصلاة، ولذا اعتمادا على هذه الرواية جماعة من العلماء قالوا هذا إما واجب أو مستحب. نعم إذا فد واحد نايم ومريض وصدق يريد يقوم يصلي مو ناوي ليصلي، ولكن لأنه نايم هذا بعد مو واجب استيقاظة. أما إذا لا من تستيقظ هو يتشكر منك، عموما استيقاظ النائم للصلاة أحيانا واجبة أحيانا مستحبة، ونادر من الموارد اللي لا الإنسان لا يستيقظ، مريض مشكلة عنده بالمستشفى مريض ونايم توه غفى ونام. أي لا لا بالحكمة والموعظة الحسنة حاول تستيقظ بالرفق بلين. أي بالرفق إذا يكون يقبل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم. دعواتكم زينا بس بالتوفيق.